سحر آریان، دختری که پدرش افغان و مادرش ایرانی است. با چینل گلپ میدیا ما را همراهی کنید. سحر آریان در ثور سال 1992 از پدری افغان و مادری ایرانی در ولایت شیراز به دنیا می آید. وای دارای یک خواهر هست. خانواده سحر آریان در دوران کودکی وی با آذربایجان مهاجر می شوند و سحر از سن 15 سالگی در همان کشور بدون اینکه خانواده‌اش متوجه استعداد او در هنر موسیقی شوند وارد دنیای هنر می شود. با گفته خود این هنرمند، او در آذربایجان وارد یک گروه هنری سنتی می شود و آهنگ‌های هنری آذربایجانی زیادی خوانده است. سحر که با استعدادش باور دارد میگوید ما هیچ وقت پشت ابر نمیماند. قبلا کسی نمیفهمید که من آواز میخوانم، اما با مرور زمان من توانستم استعدادم را نمایان کنم. زمانی که خانواده سحر از این کار هنریش با خبر شدند، با شدت با خوانندگی این دختر جوان مخالفت میکنند. سحر اما با وجود مخالفت خانوادهش و کارهای هنری خود ادامه می دهد. او بیشترین شهرتش را در برنامه ستاره افغان به دست آورد. سحر فعالیت‌های هنریش در افغانستان را به همراه آرش بارز آغاز کرد و آهنگ‌های مشترکی هم با او یک جا اجرا کرده است. این دو هنرمند جوان آهنگ‌های اپرای افغانستان و با من بخوان را یک جا اجرا کردند. سحر که حمایت خانواده‌اش را از دست داده است میگوید که بسیار احساس تنهایی میکنه و خیلی از دختران را هم میشناسد که مانند او تنها و بی‌پشتیبان میباشند. او به دختران دیگر هم توصیه میکنه که در مقابل مشکلات ایستادگی کنند و مبارزه کنند تا بتوانند به حقوق انسانی خود در جامعه نائل آیند. سحر آریان خود را بی‌رقیب میداند. سحر که خود را یکی از هنرمندان جدید و جوان افغان معرفی میکنه میگوید در موسیقی افغانستان هیچ کس را رقیب خود نمیداند. سحر که سبک اپرا را در دنیای مهاجرت آموزش دیده، اکنون میخواهد این سبک را در افغانستان هم ادامه دهد. او آهنگی را به نام سنگسار خوانده و میگوید که مردم وی را برای ادامه کارش بسیار تشویق کردند. این آوازخوانی سبک اپرا پلان دارد در موسیقی افغانستان نقش پای برجسته ای را از خود به جای بگذارد. آریان از همین دو سبک خودش را با دیگران کاملا متفاوت پنداشته و میگوید چون سبک من اپرا هست و هیچ کس در افغانستان با این سبک آشنا نیست، من در افغانستان هیچ فردی را رقیب خودم نمیدانم. خانواده سحر در دوران کودکی وی به آذربایجان مهاجر میشن و سحر هم به طور پنهانی در همان کشور از سن 15 سالگی موسیقی را آغاز میکند. این آوازخوان میگوید که وی لیلیت هوهانیسیان، هنرمند مشهور ارمنی را الگوی خود قرار داده و دوست دارد مانند او در دنیای هنر بدرخشد. اما وقتی سرنوشت سحر آریان با لیلیت هوهانیسیان مقایسه شود، دیده می شود که شرایط زندگی این دو خواننده کاملا متفاوت هست. سحر با علاقمندی خود به موسیقی رو آورده و خانوادش به شدت با این کار مخالفت کردند. در حالی که لیلیت در اوایل علاقمند طراحی لباس بود و با اصرار پدرش در دنیای موسیقی کشانیده می شد. حال او یکی از معروف‌ترین خوانندگان موسیقی پاپ در ارمنستان هست که در کشورهای دیگر هم بسیار طرفدار دارد. با این وجود سحر می خواهد همانند لیلیت هوهانیسیان در دنیای هنر بدرخشد. هرچند که او می گوید خانواده‌اش به جای اینکه از وی حمایت کنند او را تنها گذاشتند. این آوازخوان جوان میگوید دردهای زیادی را متقبل شده که با خوبی میتونه صدایی برای زنان افغان باشد. با عنوان زنی که خود درد دیده و مشکلات فراوانی را برای رسیدن به اهدافش تحمل کرده، میتوانه درد یک زن افغان را خوب تبارز دهد. وای فعلا در ترکیه زندگی میکند. سحر آریان میگوید در افغانستان فضا برای هنرمندان زن باز نیست و به سادگی زنان هنرمند دچار مشکل میشوند. از این لحاظ او بیشتر تلاش دارد مشکلات زنان افغان را در آهنگهایش انعکاس دهد.
سحر فعالیت‌های هنریش در افغانستان را با همراهی آرش بارز آغاز کرده و آهنگ‌های مشترکی را هم با او یک جا خوانده است. سحر دو آهنگ دارد که در مورد وضعیت زنان افغان سروده شده، یکی آزادی زن و دیگریش سنگسار. آهنگ جدید او پرواز کن بود که او در حال حاضر روی آن هنوز هم که هنوز هست کار میکنه. سحر که حمایت خانوادهش را از دست داده میگوید که بسیار احساس تنهایی میکنه و خیلی از دختران را میشناسه که مانند او تنها و بی پشتیبان هستند. او به دختران دیگر هم توصیه میکنه که در مقابل مشکلات ایستادگی کنند و مبارزه کنند تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند.